توهین حجت الاسلام الله یاری به عمر فاروق رضی الله عنه. این اگر دلالتی داره بر کفر عمر بن خطاب داره. او اصلا کافر و مرتد، از او کافرتر در عالم نیست عزیزم، از او بدبختر، از او بدجنستر، از او ظالمتر در عالم نیست. عمری که آبرویش رفته، که هیچ آبرو ندارد، که همه اهل عالم میدانه او یک آدم نامردیه. این کسی که نه در اون زمان آبرو داشته نه در این زمان براش آبرو، ما گذاشتیم الحمدلله رب العالمین، همه اهل عالم میدانن که آبرو نداره. بینندگان محترم، مشاهده نمودید که حجت الاسلام الله یاری چگونه عمر ابن خطاب رضی الله عنه، خلیفه دوم غالبیت مسلمانان جهان و یار با وفای رسول گرامی اسلام را کافر و مرتد می‌داند. مگر این آقا و امثال وی نمی‌دانند که این اسلامی که از آن دم می‌زنند اما عملاً با آن جنگ و ستیز دارند، به وسیله عمر ابن خطاب و دیگر صحابه که او و همفکرانش همگی آنها را کافر و مرتد می‌دانند، به سرزمین پهناور پارس رسید؟ آیا اینها نمی‌دانند که امام علی رضی الله عنه جگرگوشه خیش ام کلثوم رضی الله عنها را به ازدواج یار با وفایش عمر درآورد؟ آیا آنها از این حقایق ناآگاهند و یا اینکه اهداف پنهانی دیگری در پشت پرده نهفته است که متاسفانه ما مسلمانان از آنها بیخبریم؟ آیا در پاسخ به این خدمات شایان عمر رضی الله عنه به ایران و ایرانی باید این گونه به وی اساءه ادب شود؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد فرستاده الله است و آنان که با او هستند در برابر کافران سرسختند و با یکدیگر مهربان. آنان را در حال رکوع و سجده می‌بینی، فضل و خوشنودی الله را می‌جویند. نشانه درست کاری آنان از اثر سجده در چهره هایشان پیداست. این وصف آنان در تورات است و وصفشان در انجیل مانند نهالی است که جوانه زده و تنومندش ساخته و ستبر و زخیم شده و بر ساقه هایش ایستاده است و کشاورزان را شگفت زده می سازد تا به وسیله آنان کافران را به خشم آورد. الله به اینها که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند نوید آمرزش و پاداش بزرگی می دهد.